بنابر تزیه و تحلیل سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان در ماه گذشته میلادی پوشش اخبار جوامع شیعی کاهش یافته است این مسئله در کنار عدم امنیت فعالان شیعه موجب عدم دسترسی کافی به اطلاعات در مورد نقض حقوق شیعیان در کشورهای مختلف جهان شده است به نوشته پایگاه اطلاع رسانی شیعه رایس مسلمانان شیعه این روزها در متن خود نیز در رو و وحشت زندگی می کنند و از حقوق سیاسی و اجتماعی محروم شدند به طوری که دستگیری فعالان و علمای شیعه در کشورهای حوزه خلیج فارس و همسایگان آنها افزایش یافته به نظر می رسد کاهش ناگانی اخبار شیعیان و پوشش خبری خشونت هایی که علیه ایشان اتفاق می افتد یک تبعیض سیسماتیک است که می بایست مورد توجه قرار گیرد بر اساس این گزارش وضعیت حقوق بشری شیعیان در بحرین نیز بهبود نیافته است در شرایطی که اکثر شیعیان در این کشور برای تأمین حقوق اجتماعی و رفع تبعیض مبارزه می کنند بازداشت ها فشار، شکنجه و حمله پلیس هنوز ادامه دارد. در ماه نوامبر همچنین از سفر برخی از شیعیان بحرین به کربلای معلا برای شرکت در زیارت میلیونی اربعین جلوگیری شده است. نیجریه از جمله کشورهایی است که رشد جامعه شیعیان در آن سرعتی چشمگیر داشته و از این رو در ماه محرم امسال نیروهای دولتی مکررن به گرد همایی های شیعیان یورش بردند. پس از ایام زیارت اربعین حسینی نیز بیش از 400 شیعه جزائری پس از بازگشت از عراق در فرودگاه کشور خود مورد تفتیش شدید و رفتارهای تبعیض آمیز از سوی نیروهای امنیتی فرودگاه قرار گرفتند و کتابها و اقلام مذهبی آنان ضبط شد به گفته شیه رایس ووچ از آنجا که چنین رفتارهایی در الجزایر بی سابقه بوده این مسئله موجب نگرانی شدید نهادهای حامی حقوق بشر شده است همچنین در ماه نوامبر دست کم دوازده مورد انفجار بمب در خیابانهای عراق روی داد که منجر به شهادت دست کم 34 نفر و مصدومیت 91 نفر شد قابل توجه است که در ماه گذشته میلادی شیعیان در کشورهای پاکستان، هندوستان، عربستان، سوریه و مصر نیز مورد سوء قصد و آزار قرار گرفتند. این در حالی است که خبرگزاری های بزرگ خصوصا خبرگزاری های غربی بر اساس سیاست حکومت ها و برخی عناصر سوجو از انتشار این گونه اخبار خودداری می کنند و یا در انتشار آنها به اصل بیطرفی پایبند